شاهنامه پهلوی به روایت تصویر و تاریخ، اثر تازه‌ای است از انتشارات مهر ایران که چند روزی در آمریکا منتشر شده. در این کتاب مجموعه‌ای کم نظیر از عکس‌ها و تصاویر تاریخی دوران پهلوی گردآوری شده و آگاهی‌های ارزشمندی از زندگی خانوادگی و شخصی پادشاهان پهلوی و رویدادهای سیاسی و اجتماعی یک دوره 58 ساله ایران در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. امشب خانم منصوره پیرنیا نویسنده این کتاب مهمان شباهنگ تا درباره جزئیات اون بیشتر صحبت کنیم. خانم پیرنیا، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. درود بر شما. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در این برنامه با شما همسخن و با هم میهنانم هم دیدار سازی میکنم. سپاسگزار میشم. برامون توضیح بدید که چرا تصمیم گرفتید که این کتاب رو منتشر کنید، چه دلایلی داشتید تا به روایت تصویر و تاریخ به بیان دوران پهلوی بپردازید؟ تصمیم جدیدی نبود. بیش از 40 سال پیش بود که شاید بگم من دورانی که روزنامه‌نگار بودم، میدونید روزنامه‌نگار تاریخ نگار لحظه هاست و من شانس اینو داشتم که در یه روزگاری بتونم اون مملکت رو، یعنی به طور آزادانه به عنوان یه زن روزنامه‌نگار همه جا سفر کنم و مطالبی تهیه کنم برای مجله زن روز و روزنامه کیهان. در همون دوران بود که به این فکر افتادم کتاب رو جمع‌آوری کنم و تاریخ زندگی روزگار رو بنویسم. یعنی واقعا احساس می‌کردم یه کوله باری بر دوشمه که باید کم کم اینا رو جمع‌آوری کنم. اون روزگارم که کامپیوتر نبود که بشه عکس‌ها رو اسکن کرد یا مطالب رو نوشت. هر کدوم از این عکس‌ها رو باور کنید که بیش از 40 سالی که با خودم از اونجا به اینجا کشیدم اینجا نگه داشتم و جمع‌آوری کردم و نهایتاً روزی که به طور کلی تصمیم گرفتم کتاب بنویسم، روز 100مین سال تولد رضا شاه بود و من اون روزگار باید یه رپورتاجی می‌نوشتم برای روزنامه کیهان. روز عکس‌ها رو تهیه کردم. همه اون چیزی که شما عکسایی که در این کتاب می‌بینید تقریبا کار بهترین عکاسان ایرانه، بهترین عکاسان جهان در اون روزگار می اومدن عکس می گرفتن و من میخوام بگم که گل اینا رو می‌چیدم و دونه دونه کنار می‌ذاشتم کنار هم تا اینکه تقریبا از 5 سال پیش تصمیم گرفتیم که این کتاب رو تهیه کنیم. من و همسرم داریوش پیرنیا و پسرم داریا پیرنیا. داریوش کارای گاهنامه این کتاب رو تهیه کرد. یعنی کتاب در بیش از 374 صفحه است. عکسای رنگی فوق‌العاده زیاد داره. سوای عکسای تاریخی که در فصل رضا شاه هست یا در فصل محمد رضا شاه یا زندگی ولیعهد هست یا فرزندان رضا شاه، نوه‌ها و نتیجه‌های رضا شاه، سوای اون ما تونستیم از بهترین کلکسیونای عکس و سکه ها، نشان ها، مدال ها، هر چی که یادگار اون روزگار بود تهیه کنیم و کنار بذاریم و بتونیم مجموعه رو فراهم کنیم. میدونم خب گفتنی درباره این کتاب بسیار زیاده، شاید ما زمان بیشتری لازم داشته باشیم که به جزئیاتش بپردازیم، ولی مختصری توضیح میدید که این کتاب از کجا شروع میشه و در کجا به پایان میرسه و شامل چه عناوین یا سرفصل هایی هست؟ کاملا کتاب از زندگی رضا شاه، از تولدش، از اون دهکده آلاش شروع میشه در مازندران و میدونید که رضا شاه وقتی در اونجا متولد میشه بعد از 40 روز به همراه مادرش به طرف تهران میان و در راه هم اتفاق میفته که مادر احساس میکنه که فرزندش فوت کرده، مرده، فرزند مرده رو در یک کاروانسرای جا میذاره و میره به طرف تهران. در اینجا میبینه که یه عده دیگه که میان اونجا این فرزند رو زنده پیدا میکنن و به مادر میرسونن. حماسه خیلی قشنگه. ولی زندگی رضا شاه بعدم کودتای روی کار آمدن رضا شاه و بعداً تاجگذاری رضا شاه، تمام بیشتر اون چی که من چشم داشتم در این کتاب این که سازندگی که در دوران رضا شاه شده، یعنی از کشف حجاب، از روزگاری که پل ساخته شده در سرزمین، جاده ساخته شده، بندرگاه ساخته شده، هواپیمای، هر چی که شما میبینید در این روز و روزگار انسان ایرانی داره ازش بهره میگیره و بهتر شده و زندگی مدرن رو داره تجربه میکنه، چیزیست که در دوران رضا شاه در واقع نطفش و عملا
اجرا شده و این پروژه ها انجام شده. حتی دانشگاه تهران میدونید شما تو این کتاب دو صفحه اسمال دانشگاه تهران که چجوری اون سنگ بنا، متاسفانه الان وقتی دو سال روز دانشگاه جشن میگیرن اصلا نمیگن چه کسی این دانشگاه رو به وجود آورده، بالاخره کسی در یه زمانی نیشیت کرد، بیشترم قدردانی و حقدانی بود از کسانی که اون سرزمین رو در یه دورانی ساختن. فصل دیگه کتاب مربوط میشه به دوران محمد رضا شاه پهلوی، از زندگی کودکی شروع میشه و از ولیعهدیش و همینطور ازدواج های چند تا ازدواج جدایی و ازدواج ها و بعد اصلاحات و بعد هم دیگه اون دوران از ایران جدا شدن، از ایران بیرون آمدن، تبعید و دوران تبعید هم عکسای خیلی جالبی در این کتاب هست. بعد از این به فصلی هست، فصل مربوط به زندگی رضا پهلوی ولیعهد. من از این نقطه نظر ولیعهد رو در این فصل جا دادم که احساس میکنم که به هر حال به حقانیتی هنوز در اون سرزمین داره، یعنی یه ملتی در یه روزگاری سرمایه گذاری کردن در روی انسانی که بالاخره یه روزگاری بود که بیش از 60 معلم برای تربیت یک رهبر گرفته شده بود و بعدم بعد از اون و چون پدرشون استعفا نکردن بنابراین این حقانیت رو داره و هنوز این حقش در واقع پایمال شده، نمیتونم بگم پایمال شده چون هنوز فرصت زندگی و برای ایران جانفشانی کردن رو داره. من میدونم که شما خب در این کتاب از عکس ها و تصاویر تاریخی بسیاری استفاده کردید که بسیاری از اونا شاید در گذشته دیده نشده باشه، یه مجموعه خیلی کم نظیری هم هست. چطور این همه عکس و تصویر رو گردآوری کردید؟ از چه منابع و مأخذی استفاده رو؟ کار ساده ای هم که نیست. بله، مقداری از این عکس ها رو بیشتر خانواده بسیار کمک کردن. خود من خب به عنوان یه روزنامه نگار هر روز هر چیزی که اون در اون روزگار تهیه میکردیم و منتشر هم نمیکردم، یعنی با یه خصتی سعی میکردم که میدونستم که اینا رو میخوام برای یه کتابی کنار میذاشتم. مثلا از تمام این بالا حضرت ها در یه فصل چهارم این کتاب شما میبینید که از زندگی فرزندان، نوه ها، نتیجه ها و حتی نبیره های رضا شاه شما عکس میبینید. اینا رو البته به کمک خانواده که محبت کردن، هر کدوم مراجعه کردن بهشون به من دادن با اعتمادی که داشتن و میدونستن که نیت خیر و خوبی در انتشار این کتاب ها این عکس ها دارم. و بعدم خب مهمتر از همه آرشیو انتشارات مهر ایران که من میگم بیش از 5000 عکس داریم از گذشته که من گاهگاهی شبیخون میزنم و جمع میکنم و هر کدوم رو یک کتاب میکنم. کتاب سفرنامه شهبانون بوده، کتاب سالار زنان ایران بوده، کتاب زندگی اردشیر زاهدی بوده، کتاب خانم فرخرو پارسا بوده، خانم وزیر، کتاب کیهان که مال دکتر مصباح‌زاده بود و بعد این همه اینا از اون گنجینه انتشارات مهر ایران در واقع بیرون میاد. غیر از عکس هایی که در این کتاب هست، شما خب درباره زندگی شخصی و خانوادگی پادشاهان پهلوی صحبت کردید، اطلاعاتی درباره اعضای خانواده اونها هست و نسبت های زیادی که وجود داره، چطور همه اینا رو گردآوری کردید؟ به هر حال بخشی از اون احتمالاً رویدادهای خصوصی هست و شاید دسترسی به اونا زیاد ساده نباشه. کاملا درست. خب میگم با برسه من خب در حدود 40-50 سال 45 سال بیشتر شاید که کارم در واقع در ارتباط با خانواده و گزارشگر کارهایی بودم که حالا یا شهبانو انجام میدادن یا از هر کدوم از اعضای خانواده، اعتماد خاصی وجود داشت و همیشه پیگیری میکردم. مثلا رضا شاه، از 4 زن رضا شاه من تقریبا با 3 زنش دوست بودم، نزدیک بودم و این اعتماد رو داشتن، عکساشون رو به من دادن و بعد فرزندانشون به همین ترتیب، نوه ها همینطور، نتیجه ها و حتی نبیره ها. شما در این کتاب عکسای نوه های ولایت شهناز رو میبینید که اصلا هیچ کس تا به حال عکس اینها رو ندیده و برای همه تازگی داره. دوست دارم درباره فصل سوم کتاب صحبت بکنیم که به زندگی شاهزاده رضا پهلوی میپردازه. با توجه به اینکه خب ایشون سالهای زیادی در خارج هستن، شما چه روی کردی به این فصل از کتاب داشتید و چه مجموعه از اطلاعاتی رو گردآوری کردید به خصوص سالهایی که در خارج از ایران هستن؟ ببینید در اون روزگار که ولیعهد بودن من سفر
شوروی و نیوزیلند، تایلند، استرالیا، سفر مختلفی چه در داخل ایران چه در بیرون از ایران میرفتم و شاهد رشد یک رهبر بودم، رشد و تربیت یک انسان به عنوان رهبر. و حتی دورانی که خبر در دورانی که خلبان بودن هواپیماها رو پرواز میدادن، بعد از اون هم میدونید در مصر که اعلان قبول سلطنت کردن و بعد از اون که فعالیت سیاسیشون ادامه دادن، من بگم قدم به قدم بودم، برای اینکه احساس میکردم به عنوان یه روزنامه نگار قدیمی وظیفه من هستش که این رهبری رو حداقل گوش و کنار بتونم ببینم چه میکنه، برای اینکه معتقدم که سرمایه گذاری روی یک انسانی شده که این انسان باید یه روزی در اون سرزمین دوباره برگرده گل بده. اگر برم نگرده شانس اینو داشته باشه که در خدمت اون ملت و در اون مردم باشه. به هر حال دیدگاه زندگی رضا پهلوی ولیعهد رو از این دیدگاه که برای تداوم تاریخ، یعنی به عنوان اینکه ولیعهد و تداوم تاریخ بر عهده‌اش است، بس ایران روش سرمایه گذاری شده و درست شده برای این، یعنی الان در این روزگار شما بیش از هر رهبر اپوزیشنی میتونین بهش اعتماد کنین، چون گوشت و پوست و خون و خونیست که تازه است که دستش به خونی آغشته نشده و میتونه که از فرصت‌های طلایی که داره و از ارتباطات خاصی که داره به نفع و نجات اون مملکت بهره گیری کنه. شما همونجوری که توضیح دادید خانم پیرنیا، رابطه نزدیکی با خانواده پهلوی دارید، در کنار اونها بودید در بسیاری از سفرها، به هر حال آگاهی‌های زیادی در این رابطه دارید. به عنوان یک روزنامه‌نگار، مورخ، نویسنده، چه حد فاصله گرفتین از اون علایق و سلایق شخصی که نسبت به خانواده پهلوی دارید و با چه دیدی این کتاب رو نگرستید؟ ببینید، من لازم نبود فاصله بگیرم از احساساتم یا از وظیفم. وظیفه روزنامه‌نگار این که بایست نباشه، بایستی واقعا در جایی که قرار داره قضاوتش قضاوت درست باشه. اصلا احساساتم رو هیچ وقت، چرا در دو مورد من احساساتم خیلی مخلوط بر حرفم شد و اونم در گذشته والازد لیلا بود و علیرضا، چون اینا رو از بچگی دیده بودم و رشدشون رو دیده بودم و میدونستم که دوتا انسان معصوم و بیگناه هستن. در اون روزگار بله، در نوشتن گزارش راجع به مرگ اونها تمام احساساتم بود، ولی در نوشتن این کتاب لازم نبود که من از تاریخ، از اون احوال خودم زیاد فاصله بگیرم، چون میخواستم به عنوان یه روزنامه‌نگار و تاریخ نگار این واقعیت رو، اینی که دیدم، اینی که خودم شاهدش بودم، خودم شانسی رو داشتم که باشم قدم به قدم اینو ببینم، این اون فقط واگذار کنم. برای انتقادایی هم نسبت به دوران پهلوی وجود داره، اثر شما یه اثر تاریخی تحقیقی پژوهشی که بسیار هم خواندنیه و میشه اون رو مطالعه کرد. شما چه پاسخی واسه منتقدانی دارید که در این رابطه صحبت میکنن و شاید ایرادایی به اون دوران دارن؟ من روزنامه‌نگار هستم ولی مثل خوشنویسم. الان احساسم اینه که گذشته رو انقدر قشنگ میبینم، چون خودم شانس زندگی در گذشته خوب داشتم. در گذشته داشتم که جوونی بعد از دیدن این کتاب به من میگفت کاش که ما در دوران شما زندگی میکردیم، و این حرف رو حتی مثل این که به شهبانو هم به کسی زده بوده که از این جوان ها. دوران شکفتگی، دوران آزادگی، دوران رشد و بهتر شدن از همه چیز در دوران رضاشاه شما نگاه میکنین، اسکناس ها، پول ها، سکه ها، هر چی رو میبینید بوی نو و تازگی میده. اصلا زندگی جوان شده بود، زندگی همه چیز رو به شادی و خوبی و خوشی و موفقیت میرفت، همه چی در حال رشد و بزرگمنشی بود. بنابراین من چیز تلخی جز چند تا مرگ که در این میان دیدم در این کتاب ندیدم. حدود یه دقیقه فرصت داریم به پایان گفتگو. کتاب رو چطور میتونن تهیه کنن، آگاهی های بیشتری در این زمینه داشته باشن؟ کتاب رو میتونن همیشه pirnia.com pirnia.com همیشه هست و حتی اون مجموعه گل‌های جاویدان رو میتونن از اون تهیه کنن. این کتاب هم به اون وسیله، و این که تلفن بفرمایند به 301 279 67 78. همیشه ما در خدمت دوستان و یاران هستیم و دلمون میخواد هر چه زودتر این به عنوان یک هدیه که از پدران و مادران به فرزندان و نوه ها،
چون بیشتر سعی من در این بوده که اینو به صورت تصویری فراهم کنم، چون در این روزگار جوانها به اندازه تیز شدن که با یک نگاه سطحی به عمق اون اتفاقاتی که در تصویر افتاده پی میبرن. لازم نیست شما دیگه براشون یک کتاب بنویسین تا اینا بفهمن اینجا پل ورسک بوده به این فرم ساخته شده. اصلا کافی که نگاه کنن و اون برداشت مثبت خودشون از اون برای ساختن آینده بهتر داشته باشن. به هر حال ممنون میشم که اگر همه دوستان از طریق pirnia.com با ما در تماس باشن. سپاسگزارم از اینکه امروز با ما همراه بودید. براتون آرزو موفقیت میکنم. خیلی متشکرم. بازم خوشحالم که در این برنامه شما شرکت کردم. با تشکر. شب آهنگ رو در بخش دیگری ادامه میدیم.